مایکل لپین خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که همینک در اسرائیل است درباره نگرانی های اسرائیل با ژنرال بازنشسته یاکوف امیدرور مشاور پیشین امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل که اکنون تحلیلگر انستیتو مطالعات استراتژیک در اورشلیم است گفتگوی انجام داده که میبینیم بستگی دارد به اینکه شما بدبین باشید و یا آماده باشید که از تاریخ درس بگیرید در آغاز ایرانی ها گفتند که پای میز مذاکره نمی آیند ولی تحت فشار تحریم ها آمدند. اروپایی ها در آغاز چندان مشتاق به مهار ایران نبودند اما آنها به میزان جدی بودن ایالات متحده و گزینه جایگزینی که ما ارائه دادیم یعنی واکنش ما پی بردند و در نتیجه کاملا با آمریکایی ها همراه شدند. من نسبت به این موضوع که آیا آمریکایی ها نیز توان بازگرداندن آنها را دارند یا نه به طور کامل بدبین نیستم زیرا این را میدانم که بسیاری از اروپایی ها مشکلات موجود در این توافق را درک می کنند. آنها از بابت این واقعیت که ایرانی ها به تقویت توانایی موشک های دوربرد خود میپردازند خوشنود نیستند. آنها از سازمان ها و شبکه های تروریستی که ایرانی ها دارند در سراسر جهان ایجاد می کنند با خبر آلمان ها به تازگی چند ایرانی را در ارتباط با زمین چینی برای اجرای اقدامات تروریستی دستگیر کردند. بنابراین آنها شاید بگویند که ما فکر میکنیم تنها توافق بسیار بد است. اما شرایط موجود بر رفتار ایرانی ها در سوریه، در یمن و به طور کلی در خاورمیانه و این واقعیت که آنها به حوسی ها موشک می دهند تا عربستان سعودی را هدف قرار دهند و غیره ممکن است موجب شود که اروپایی ها این را درک کنند که ایران باید مهار شود و راه مهار ایران چیزی نیست جز همکاری با ایالات متحده ای آمریکا. نظر شما درباره شیوه برخورد ایالات متحده و اسرائیل با این رفتار به باور آنها تحریک آمیز ایران چیست؟ آیا این اقدامات را موثر می دانید یا فکر می کنید که آنها باید کارهای بیشتری را انجام دهند؟ من در اینجا نمی خواهم به آمریکایی ها مشاوره بدهم تنها می توانم بگویم که اسرائیل بسیار تلاش می کند و البته کارهای بیشتری را نیز می تواند انجام دهد و ما باید تصمیمات دشوار را بگیریم تا ایران را مهار کنیم من میدانم که طرف مقابل ممکن است بگوید که این کار ممکن است به جنگی انجامد ولی ما باید این خطر را بپذیریم به نظر شما اگر جریان با آن سمت و سو پیش برود اسرائیل با چه خطراتی رو, به رو خواهد بود؟ ایرانی ها از حزب الله استفاده می کنند حزب الله یکی از بازوهای شناخته شده ای ایران با 120,000 موشک هدایت شونده و غیر هدایت شونده است این رقم بسیار بزرگی است ولی من فکر می‌کنم که اسرائیل باید برای مهار ایران اقدام کند نه، ما شاهد قدرت بیشتر ایران در سوریه و در بلندی های جولان خواهیم بود و آن وقت به جای یک جبهه در دو جبهه بجنگیم اگر خطر نهفته در این اقدام جنگ با حزب الله باشد ما باید این خطر را به جان بپذیریم نظر شما درباره تمهیدات اسرائیل از لحاظ آماده سازی های دفاعی و تهاجمی خود برای یک جنگ احتمالی و موشک هایی که احتمالا از ایران به سوی اسرائیل میآیند چیست؟ در رابطه با موشک ها همونطور که میدانید ما سلایه سامانه های پدافند موشکی داریم اما در پاسخ به پرسش دوم شما ما بیشتر خودمان را آماده می کنیم تا نیروهای زمینی من را به درون لبنان نظام کنیم تا توانایی آنها را برای پرتاب موشک به اسرائیل از همه سکوهای پرتاب موشک واقع در جنوب خطی که توسط کابینه تعیین خواهد شد از بین ببریم آیا هیچ گونه تمهیداتی برای انجام اقدامات تهاجمی علیه خود ایران نیز وجود دارد؟ وقتی مبادله آتش در اینجا روی میدهد ما باید آن گزینه را نیز مد نظر داشته باشیم زیرا حق با شماست منطق می کند که شما در جنگ با مار نباید فقط زهر آن را هدف قرار دهید بلکه باید به سراغ کل دستگاه فرماندهی و کنترل و مغز آن بروید و مغز و مرکز فرماندهی و کنترل حزب الله نه در بیروت بلکه در تهران قرار گرفته است. تهران، نه در بیروت.